از طریق اینترنت و از طریق سایت یوتیوب زدم یکی از همین فیلم های عروسی ایرانی اومد، نمیدونم والا بود دیگه، ما هم زدیم و اولین فیلمی که اومد دانلود کردیم و اومدیم یه چیزی به شما آموزش بدیم. اینه که خدایی نکرده قصد سوء استفاده و جسارت به این خانم آقا رو ندیدیم، فیلمشون رو اینترنت بود، مشخصه که مربوط هست به کارنیک فوتوگرافی و من فقط کار آموزش انجام میدم. اوکی، در صحنه عروس خانم این فاصله رو طی میکنن و آقای داماد در اینجا منتظر هستن که اون بیاد. اوکی، ما اینجا میخواییم یه تکنیکی رو اضافه کنیم. ببینید، خیلی ها به من میگن ما میخواییم این بدرخشه. اوکی، شما این انتخاب کنید، بلر رو، گاشین بلر رو یا گزین بلر رو، آخرم ما نفهمیم کنونش درسته، بدید به لایه بالایی. خب گزین بلر رو اضافه کنید، اما در بحث مود رنگی بیایید روی مسئله سکرین. ببینید اون اتفاقی که میخواید میافته. حالا هرچه قدیم کمتر باشه اون درخشندگی خب هست. حالا اگر من اینجا این سکرین رو خاموش کنم، ببینید منطقه با این اومدن این با اومدن این بلر یک کمی فایل رویایی میشه. در این حال چون شما میتونی اپاسیتی رو کم کنی، اینجا به نوعی میتونی لایه زیر رو نشون بدی. من حیث المجموع اگر این لایه رو من بردارم شما به این میرسی. ببینید خب فرقش خیلی هستش، این رو ما داریم، اگر من این رو بردارم شما میبینید که این رو ما داریم، دوتا خیلی فرق داره. بنابراین خیلی ساده است، لایه بالا یه مقداری بلر میگیره، حتی میتونید بلرش رو صفر کنید، فقط اسکرین بذارید و اینجا تعیین کنید، خیلی شفاف و نورانی میشه. مود رنگیش رو از نوع اسکرین لایت بذارید جواب نمیده، اسکرین خیلی خوب جواب میده. این شماره یک. شماره دو، اجازه بدید صحنه دیگری رو پیدا کنیم که توش دب 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 کمی تیرگی داشته باشیم، اون وقت من میتونم تکنیک باحالتری رو بهتون نشون بدم. بزن ببینم چی داریم اینجا، یه صحنه تیره تر از این. بله ببینید، ما اینجا صحنه خوبی است. ما اینجا میخواییم یک تکنیک خوب کار کنیم، چه تکنیک خیلی معروف. اجازه بدید من از این یه دوپلیکیت بگیرم نگیرم. نیازی نیست. من اینجا یک گرید اضافه میکنم به این صورت و گرید رو به این صورت تنظیم میکنیم که فقط گرید این به درده میخوریم این بالا، ما فقط گرید ریز عمودی میخواییم به این صورت. یه دونه هم میبینیم میرون و یک گرید اضافه کردم. خب مود گرید رو میتونیم بذاریم روی اوورلی، خوشگل شد. حالا من میتونم از جیاد داشت کردم یادم نره کالر چی بود، کالر گریدینت اگر میبینید، آره فکر کنم این خوب باشه، فور کالر گریدینت میدم اینجا. منتها این رو لایه‌اش رو ببریم پشت گرید بذاریم، یعنی گرید افکتش بعد از این اجرا بشه. مود رنگی اینم می‌ذاریم روی سکرین،
خیلی زیاد شد، نه اوورلیش کنیم بهتره، خوشگلتره. اوکی تا همینجاش هم گل کاشتیم، یعنی فوق العاده فیلم قشنگی خواهد شد. ببینید صحنه خوبی شد. من شیر رو میریزم توی چای سیاه، روشم دارچین. انقدر این جالب میشه که اصلا یادم میره شما اونجا نشستی و در این فیلم میبینید. میگه که شهر و چراغون میبینم، ستاره بارون میبینم، میون شهر آرزو لیلی و مجنون میبینم. وای چه قشنگ امشب شهر فرنگ امشب، لحظه آشتی کردنه و شیشه و سنگ امشب. دیدید آخه ببر و بیار داریم ما. خبرای خوب داریم ما، بزن و بکوب خبرای خوب. دو تا یار سه، برای اینکه خط صاف رو از چه شیفت گرفتم در تایتلی که ساختم اینجا در حالت ویندو ورکسپیس آل پنل هستم، در نتیجه این بغل میبینید که تنظیماتی دارم به راحتی در پریمیر 2017 به این صورته. حالا اجیسی تایتل پروپرتیز اینجا دراب شادو آن شادوی سفید. عروس دوماد و ببوس، یالا 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 یالا. فاصله سایه تا خط صفر مقدار درخشندگی من بالاست و سایز سایه هم اینجوری هم. میریمش میذاریمش مثلا روی لایه به این صورت، مودش رو میذاریم روی اوورلی که ترکیب شه با پروژه و اوپاسیتیش رو کم میکنیم. عزیزم چرا عمل نمی کنی؟ به دلایلی این تایتل ما کار نمی کنه. شهر و چرا مگه این نیست؟ آقا من این تایتلم خب بیارم بذارم اینجا، درسته دیگه. حالا میام اینجا انتخابش میکنم، اینو خاموش میکنم، اوپاسیتیشو کم میکنم. آها حالا شد، اذیتمون میکنه ها. میام بذاریم روی اوورلی یه خورده پررنگ تر. ببینید خیلی این خط رو انیمیشن میدن، یعنی مثلا از اینجا اگر در نظر بگیریم پوزیشن عمودی رو طی چند فریم مثلا میبرنش پایین، مثل خطای تلویزیون های آنالوگ قدیمی. خب همینو من آلت میگیرم میبرم بالا، بالایی رو انتخاب میکنیم. اگه بیم اینجا کافیست که اینو ببریم این طرفی بالا. در فرست افکت ها افکتی داریم به نام کراس دیزالو، میذاریم اینجا و اینجا و حالا چی داریم؟ خب این فیلم عادی مونه، ولی یه دفعه ببینید چی میشه.
در این صحنه که حالا قرار از اینجا نشون بدیم به ملت رد رد رو ببینید شروع میکنن من اشتباه کردم چرا اینجا رو میبردیم اینجا رو دلیت میکنیم کراس رو اینجا میذاریم و یه بار دیگه توجه بفرمایید اینجا اینجا ما این صحنه رو داریم بعد از این صحنه یه دفعه خطای ما میان از هم فاصله میگیرن با سرعت کم و یه خط تقریبا نورانی داریم که از روی ویدیو او بود حالا انتخاب سرعتش دیگه با خودتون و دوباره میتونن برگرد اگر دقت بفرمایید اینجا روی این لایه ما خیلی داریم فور کالر گریدینت میبینیم اگر که احساس کردید اوپاسیتیش زیاده کلا میتونید یه خوده کمترش کنید چهار رنگ رو مود رنگیش اوورلی هست میتونید اسکرین هم بذارید ولی جالب نمیشه من همین رو توصیه میکنم اگر گرید خیلی داره خودش رو نشون میده گرید رو هم پیدا کنید بله اینجا گرید رو هم کمترش کنید که اصل فیلم دیده شه بنابراین اگر یه بار دیگه نگاه کنیم مقداری خطا نازکتر شد و اصل فیلم دیده میشه گرید کم رنگتر شد همچنین صحنه دیجیتالی تر شد این هم یک تکنیک دیگه که گفتم این آخر شبی با چای دارچین ما و تکنیک و عروسی و عروس دوماد و ببوس یالا 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 شب خیلی